سلام و درود به همه شما عزیزان. خیلی خوشحالیم که یک هفته دیگه هم مهمان شما عزیزان هستیم. این هفته با یک سریال بیادماندنی دیگر مهمان شما خوبان هستیم، در برابر باد، سریال خاطرانگیز دهه 60 ها که برای اولین بار در اواخر دهه 60 پخش شد. این سریال درام محصول کشور استرالیا است. اما خلاصه داستان، این درام تاریخی اشغال ایرلند توسط بریتانیا رو نشون میده. در این سریال یک دختر ایرلندی بعد از هجوم انگلیسی ها به کشورش به استرالیا تبعید میشه و با مشکلات خاصی روبرو. مری رارکین متولد اوایل دهه 50 میلادی در دوبلین، او نقش مری رو در سریال بازی میکرد. وی در زمان فیلمبرداری حدوداً 25 ساله بود. مخصوصاً که دوره ویل طولانی تر از دوره جاناتانه. اما یه چیز حتمی، سال نو امسال نمیتونه از پارسال بدتر باشه. من امیدوارم مری. میدونی پالی، من مطمئنم امسال برای ما بهتر از سال گذشته. مری لارکین بازی درخشان و زیبایی رو در این سریال از خودش به جا گذاشت. وی در حال حاضر 70 ساله است. جان انگلیش با نام اصلی جاناتان جیمز انگلیش، متولد 1949 در لندن. او قبل از بازیگری در عرصه موسیقی فعالیت داشت. وی در زمان ساخت سریال 29 ساله بود. جان هست پایی که هیچی نیست غیر از یه جیببر فرصت طلب. این کد قرمزان که به امثال اون فرصت میدن تبهکار باشن. خود پای کاری نیست. خودشون قانونن. نه پالی، به بازپرسی اونا نمیرم. به سوالاشون جواب نمیدم. راجبش فکر کن جاناتان. راجب دینی و بچه های انقلابی اون فکر کردم. او در سریال نقش ماندگار جاناتان گریت رو بازی کرد. جالب است بدانید که او با همکاری ماریو میلو تمام موسیقی سریال رو نوشت. جان انگلیش تا اوایل سال 2016 همچنان در تهیه و اجرای برنامه‌های هنری و موسیقی فعال بود. اما به یک باره مشکلات جسمی برایش آغاز شد و متاسفانه در همان سال 2016 به علت عوارض پس از جراحی در سن 66 سالگی درگذشت. دیو پرایس متولد 1939. پرایس در زمان فیلمبرداری 39 ساله بود. آقای گرویل و بقیه دادرس ها، از من خواستم بهتون بگم که مالیات پانسیون هنوز پرداخت نشده و اگه هرچه زودتر بدهیتون رو نپردازین، جوازتون به متقاضی دیگه ای داده میشه. وی در حال حاضر 84 ساله است. جرارد کندی متولد 1932 در استرالیا. وی در زمان ساخت سریال 46 ساله بود. بعضی هاشون، ولی مهم نیست، خیلی هاشون بهمون اسلحه میرسونن، چه بخوان چه نخوان. اونا انتظار اسلحه از ما دارن. وی با توجه به کهولت سن از سال 2015 در هیچ فیلم و سریالی بازی نکرده. کندی در حال حاضر 90 ساله است. وارمیک سیمز متولد 1944. سیمز در زمان فیلمبرداری سریال 34 ساله بود. از تو تعجب میکنم چارلز، موقعیت ما خیلی بهتر از قبل شده. زمین تو دو برابر شده، هرچه کارگر خواستی گرفتی. از رمه های دولتی استفاده میکنی، دیگه دولت چه کار بکنه؟ وی در سال 2005 در 61 سالگی در آمریکا درگذشت. فرانک گالاچر متولد 1943. وی در زمان فیلمبرداری سریال 35 ساله بود. فیلیپ،
انگلیسی ها سعی کردن با شایعات غلط و بددهنی نسبت به رهبرای ما هدف ما رو لجنمال کنن. اگه ما موفق بشیم همینا رو بهمون میگن. فرانک گالاچر در سال 2009 در سن 65 سالگی درگذشت. کری مگوایر در نقش پولی. از این هنرمند اطلاعات دقیقی وجود نداره، ولی حدوداً در زمان فیلمبرداری 30 ساله بوده. به آقای گرویل نازنینت بگو چنین فرصتی رو پیدا نمی‌کنه. پولشو تایید. فوراً از رستورانم برو بیرون و به اربابت بگو قلادتو ببنده بیشون. مواظب حرف زدنت باش خانم. وی هم اکنون حدود 76 ساله است. شاد و پیروز باشید.